أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الحمد لله رب العالمين. ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است. الرحمن الرحیم. بخشنده مهربان است. مالک یوم الدین. مالک روز جزا است. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. اهدنا الصراط المستقیم. ما را به راه راست هدایت کن. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. راه کسانی که بر آنان نعمت دادی، نه خشم گرفتگان بر آنها و نه گمراهان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. این کتابی است که هیچ شکی در آن نیست و مایه هدایت پرهیزگاران است. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آن کسانی که به غیب ایمان می آورند و نماز را برپا می دارند و از آن چه روزیشان داده ایم انفاق می کنند. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. و آنان که به آن چه بر تو نازل شده و آن چه بر پیامبران پیش از تو نازل شده ایمان می آورند و به روز رستاخیز یقین دارند. اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. آنان بر هدایت از جانب پروردگارشانند و آنان رستگارانند. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کسانی که کافر شدند برایشان یکسان است که آنان را بترسانی یا نترسانی، ایمان نمی آورند. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. خدا بر دلها و گوشهایشان مهر زده است و بر چشمهایشان پرده ایست و برای آنها عذاب بزرگی است. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. گروهی از مردمان هستند که میگویند به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده ایم، در حالی که ایمان ندارند. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. آنان
به نظرشان خدا و مؤمنان را فریب می دهند، در حالی که جز خودشان را فریب نمی دهند، ولی نمی فهمند. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون. در دلهای آنان بیماری است و خداوند بر بیماری آنان افزوده و به خاطر دروغ هایی که می گفتند برایشان عذاب دردناکی است. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. و هنگامی که به آنان گفته شود در زمین فساد نکنید، میگویند ما فقط اصلاح کننده ایم. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. آگاه باشید آنها همان مفسدانند ولی نمی فهمند. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. و هنگامی که به آنان گفته شود ایمان بیاورید چنان که مردم ایمان آورده اند، می گویند آیا ایمان بیاوریم چنان که بی خردان ایمان آورده اند؟ آگاه باشید آنها همان نابخردانند ولی نمی دانند. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. و هنگامی که افراد با ایمان را ملاقات می کنند می گویند ما ایمان آورده ایم، و هنگامی که با شیطانهای خود خلوت می کنند می گویند ما با شما ایم، ما فقط آنها را مسخره می کنیم. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. خداوند آنان را مسخره می کند و آنها را در طغیانشان نگه می دارد تا سرگردان شوند. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. آنان کسانی هستند که گمراهی را به هدایت خریدند، پس تجارت آنها سودی نداد و هدایت نیافتند. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. داستان اینان همانند داستان کسی است که آتشی افروخته، پس چون آتش اطراف او را روشن ساخت، خداوند نورشان را بگرفت و در تاریکی هایی که نمی بینند رهایشان کرد. صم بکم عمی فهم لا یرجعون. کرانند، گنگانند، کورانند، پس باز نمی گردند. او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا همچون بارانی است که از آسمان فرو ریزد و در آن تاریکی ها و رعد و برق باشد و آنها از ترس مرگ انگشتان خود را در گوش هایشان فرو می برند تا صدای صاعقه را نشنوند، و خداوند به کافران احاطه دارد.
یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نزدیک است که برق چشمانشان را برباید، هرگاه که برای آنها روشن شود در روشنایی آن راه می روند و چون تاریک شود در جای خود بایستند، و اگر خدا بخواهد گوش و چشمانشان را از بین میبرد، چرا که خداوند بر هر چیز تواناست. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مردم، پروردگار خود را پرستش کنید، آن کسی که شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید، تا پرهیزگار شوید. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. آن کس که زمین را برای شما بگسترد و آسمان را همچون سقفی بالای سر شما قرار داد و از آسمان آبی فرو فرستاد و به وسیله آن انواع میوه ها را به وجود آورد تا روزی شما باشد، بنابراین برای خدا همتایانی قرار ندهید، در حالی که می دانید. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. و اگر در باری آنچه بر بنده خود نازل کرده ایم در شک و تردید هستی، سوره ای همانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر از خدا فرا خوانید اگر راست میگویید. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پس اگر چنین نکردید و هرگز نتوانید کرد، از آتشی بترسید که هیزم آن مردم و سنگ هاست و برای کافران آماده شده است. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون. به کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند مژده ده که باغهای از بهشت برای آنهاست که نهرها از زیر درختان آن جاری است. هر زمان که میوه ای از آن به آنان داده شود گویند این همان است که قبلاً به ما روزی داده شده بود، و میوه های همانند آورده شود و برای آنان همسرانی پاکیزه است و جاودانه در آن خواهند بود. ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
و اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. براستی خداوند از اینکه به پشه‌ای یا بالاتر از آن مثال بزند شرم نمی کند. آنان که ایمان آورده اند می دانند که آن مثل حق است از طرف پروردگارشان، و اما آنهایی که کافرند می گویند خداوند از این مثل چه خواسته است؟ خداوند بسیاری را با آن گمراه و گروه بسیاری را هدایت می کند و تنها فاسقان را با آن گمراه می سازد. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. کسانی که پیمان خدا را پس از محکم ساختن آن میشکنند و آنچه را که خدا دستور داده برقرار سازند قطع نموده و در روی زمین فساد می کنند، اینها زیانکارانند. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. چگونه به خداوند کافر می شوید در حالی که شما مردگان بودید و او شما را زنده کرد، سپس شما را می میراند، سپس شما را زنده می کند، آنگاه به سوی او بازگردانده می شوید. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. او خدایی است که همه آنچه را که در زمین است برای شما آفرید، آنگاه آهنگ آسمان کرد و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود و او بر هر چیز آگاه است. و اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. و بیاد بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی قرار خواهم داد، گفتند آیا کسی را در آن قرار می دهی که در آن فساد و خون ریزی کند؟ ما تسبیح و حمد تو را به جا می آوریم و تو را تقدیس می کنیم. پروردگار فرمود یقینا من می دانم آنچه را که شما نمی دانید. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فنامها را همگی به آدم آموخت، سپس آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود اگر راست گویید نامهای اینها را به من خبر دهید. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فرشتگان گفتند منزهی تو، ما چیزی جز آنچه به ما آموخته ای نمی دانیم، تو دانای حکیمی. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم
فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فرمود ای آدم، آنان را از نامهایشان آگاه کن. هنگامی که آنان را آگاه کرد، خداوند فرمود آیا به شما نگفتم که من غیب آسمانها و زمین را می دانم؟ و نیز می دانم آنچه را که آشکار می کنید و آنچه را پنهان می داشتید. و اذ قلنا للملائکت اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. یاد بیاور هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، پس همگی سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید و از کافران شد. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجك الجنة و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. و گفتیم ای آدم، تو با همسرت در بهش سکونت کن و از میوه های آن هر جا می خواهید گوارا بخوری، ولیکن به این درخت نزدیک نشوید که از ستمگران خواهید شد. فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. پس شیطان موجب لغزش آن دو شد، سپس آنان را از آنچه در آن بودند بیرون کرد و گفتیم همگی به زمین فرود آیی در حالی که بعضی دشمن بعضی خواهید بود و برای شما در زمین تا مدت معینی قرارگاه و وسیله بهره برداری خواهد بود. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. آنگاه آدم از پروردگارش کلماتی فرا گرفت و خداوند توبه او را پذیرفت، چرا که خداوند توبه پذیر مهربان است. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. گفتیم همگی از آن فرود آیید، پس هرگاه هدایتی از طرف من برای شما آمد، کسانی که از آن پیروی کنند نترسی بر آنان خواهد بود و نقمگین خواهند شد. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. و کسانی که کافر شدند و نشانه های ما را دروغ پنداشتند، آنان اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بود. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرهبون. ای فرزندان اسرائیل، نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم بیاد آورید و به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم و تنها از من بترسید.
و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإیای فاتقون. و به آنچه نازل کرده ام ایمان بیاورید که تصدیق کننده چیزی است که با شماست و نخستین کافر به آن نباشید و آیات مرا به بهای ناچیز نفروشید و تنها از من بترسید. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. و حق را به باطل نیامیزید و حق را پنهان نکنید در حالی که میدانید. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة واركعوا مع الراکعین. و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و با نماز گزاران نماز بخوانی. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خودتان را فراموش می کنید در حالی که شما کتاب آسمانی را می خوانید؟ آیا نمی اندیشید؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. و از شکیبایی و نماز یاری جویید و نماز جز بر فروتنان دشوار و گران است. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. آن کسانی که یقیناً می‌دانند دیدار کننده پروردگار خیشند و به سوی او باز می‌گردند. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای فرزندان اسرائیل، نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم به یاد آورید و این که من شما را بر جهانیان برتری دادم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. و از روزی بترسید که کسی از کسی کفایتی نکند و از او شفاعت پذیرفته نمی شود و نه از او تاوان و فدیه گرفته می شود و نه یاری می شوند. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. و نیز به یاد آورید هنگامی که شما را از چنگال فرعونیان نجات دادیم، آنان شما را به بدترین صورت آزار و شکنجه می دادند، پسران شما را سر می بریدند و زنان شما را زنده نگه می داشتند و در اینها آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان برای شما بود. و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. و بیاد آورید هنگامی را که دریا را برای شما شکافتیم و شما را نجات دادیم و فرعونیان را غرق ساختیم در حالی که شما می نگریستید. و اذ واعدنا موسی 40 لیلة ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون.
و به یاد آورید هنگامی را که با موسی 40 شب بعد گذاردیم، آنگاه شما بعد از او گوساله را به پرستش گرفتید در حالی که ستمکار بودید. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. سپس شما را بعد از آن بخشیدیم، شاید سپاسگزاری کنید. و اذ آتینا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. و نیز به یاد آورید هنگامی را که به موسی کتاب و فرقان را عطا کردیم تا اینکه هدایت شوید. و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. و بیاد آورید زمانی را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من، شما با به پرستش گرفتن گوساله به خود ستم کرده اید، پس به سوی آفریدگار خود باز گردید و توبه کنید و خود را بکشید، این کار برای شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است. آنگاه خداوند توبه شما را پذیرفت، زیرا که او توبه پذیر مهربان است. و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. و به یاد آورید هنگامی را که گفتید ای موسی، ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه خدا را آشکارا ببینیم، پس صاعقه شما را فرا گرفت در حالی که می نگریستید. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. سپس شما را پس از مردنتان برانگیختیم، شاید سپاسگزاری کنید. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأبر بر شما سایبان قرار دادیم و من و سلوا را بر شما فرو فرستادیم و گفتیم از پاکیزه هایی که به شما روزی داده ایم بخورید، آنها به ما ستم نکردند بلکه به خود ستم می نمودند. و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. و به یاد آورید هنگامی را که گفتیم به این شهر وارد شوید و از نعمتهای آن از هر جا که می خواهید به فراوانی بخورید و با خشوع و فروتنی به دروازه درایید و بگویید خواسته ما آمرزش گناهان است، تا گناهان شما را ببخشیم و به نیکوکاران فزونتر می‌بخشیم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. آنگاه ستمگران این سخن را که به آنها گفته شده بود تغییر دادند، لذا بر ستمگران در برابر این نافرمانیشان عذابی از آسمان نازل کردیم. و اذ استسقا موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عینا
قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. و بیاد آورید هنگامی را که موسی برای قوم خیش آب خواست، پس گفتیم عصای خود را بر سنگ بزن. آنگاه 12 چشمه آب از آن جوشید و هر گروهی آبش خور خود را دانست و گفتیم از روزی خدا بخورید و بیاشامید و در زمین به تباهی مکوشید. و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. و بیاد آورید زمانی را که گفتید ای موسی ما هرگز بر یک نوع غذا شکیبایی نداریم، پس پروردگار خیش را بخوان تا از آنچه زمین می رویاند از سبزی و خیار و سیر و عدس و پیازش برای ما بیرون آورد. موسی گفت آیا چیزی را که پستر است به جای چیزی بهتر جایگزین می کنید؟ به شهری فرود آیید زیرا آنچه را خواستید در آنجا برای شما هست. و ذلت و بینوایی بر آنان زده شد و سزاوار خشم خدا گردیدند، چرا که آنان به آیات خدا کفر می ورزیدند و پیامبران را به ناحق می کشتند. اینها به خاطر آن بود که گناهکار و متجاوز بودند. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بدرستی کسانی که ایمان آورده اند و کسانی که یهودی شدند و نصارا و سابعان، آنان که به خدا و روز قیامت ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام دهند، پاداششان نزد پروردگارشان است و نه ترسی بر آنان خواهد بود و نه غمگین خواهند شد. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. و بیاد آورید زمانی را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما برافراشتیم و به شما گفتیم آنچه را به شما داده ایم با قدرت بگیرید و آنچه را در آن است یاد کنید، شاید پرهیزگار شوید. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. سپس شما بعد از این روی گرداندید، پس اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود از زیانکاران بودید. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بیگمان شما از حال کسانی از شما که در روز شنبه نافرمانی و تجاوز کردند آگاه شده اید، پس ما به آنها گفتیم بوزینه های خار رنده شده باشی.
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. پس ما این کیفر را عبرتی برای مردم آن زمان و نسل‌های بعد از آن و پند و اندرزی برای پرهیزگاران قرار دادیم. و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. و به یاد آورید زمانی را که موسی به قوم خود گفت خداوند به شما دستور می‌دهد که گاوی را ذبح کنی. گفتند آیا ما را مسخره می‌کنی؟ موسی گفت به خدا پناه می‌برم از اینکه از نادانان باشم. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. گفتند از خدای خود بخواه که برای ما روشن کند که آن چگونه گاوی است. موسی گفت خداوند می فرماید آن گاویست که نه پیر و نه جوان بلکه میان سالی بین این دو باشد. پس آنچه به شما دستور داده شده است انجام دهید. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. گفتند از پروردگارت بخواه تا برای ما روشن سازد رنگ آن چگونه است. موسی گفت آن گاو زرد پررنگی است که بینندگان را شاد می کند. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. گفتند از پروردگارت بخواه تا برای ما روشن سازد که آن چگونه گاوی است. به راستی این گاو بر ما مشتبه شده و اگر خدا بخواهد ما هدایت خواهیم شد. قال انه یقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. موسی گفت خداوند می‌فرماید آن گاوی است که نه برای شخم زدن رام شده و نه برای زراعت آب کشی کند، بی عیب است و یک رنگ و در آن خالی نیست. گفتند اینک سخن درست آوردی. پس گاو را سر بریدند و نزدیک بود که این کار نکنند. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. و بیاد آورید هنگامی را که فردی را کشتید آنگاه درباره او به نزاع پرداختید و خداوند آشکار کننده آن چیزی است که پنهان می کردید. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. پس گفتیم پاره ای از گاو را به مقتول بزنید. خداوند این گونه مردگان را زنده می کند و نشانه های خود را به شما می نمایاند، شاید اندیشه کنید. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن
منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. سپس بعد از این دلهای شما سخت شد همچون سنگ یا سخت‌تر، زیرا که پاره ای از سنگ ها می شکافد و از آنها نهرها جاری می شود و پاره ای از ترس خدا فرو می افتد و خداوند از آنچه می کنید غافل نیست. افتطمعون ان یؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. آیا امید دارید که به آیین شما ایمان بیاورند؟ با اینکه گروهی از آنان سخن خدا را میشنیدند و پس از فهمیدنش آن را تحریف میکردند و حال آنکه علم و اطلاع داشتند. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. و چون با مؤمنان ملاقات کنند گویند ایمان آورده ایم، ولی هنگامی که با یکدیگر خلوت می کنند می گویند چرا مطالبی را که خداوند برای شما بیان کرده برای مسلمانان بازگو می کنید تا در پیشگاه پروردگارتان بر ضد شما به آن استدلال کنند؟ آیا نمی فهمید؟ اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. آیا نمی دانند که آنچه را پنهان می دارند و آنچه را آشکار می کنند خداوند می داند؟ و منهم امیون لا یعلمون الكتاب الا امانی و انهم الا یظنون. و برخی از آنان بی سوادانی هستند که کتاب خدا را جز یک مشت خیالات و آرزوها نمی دانند و تنها به پندارهایشان دل بستند. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. پس وای بر کسانی که با دست خود می نویسند سپس می گویند این از جانب خداست تا آن را به بهای اندک بفروشند، پس وای بر آنها از آنچه دست هایشان نوشته و وای بر آنان از آنچه از این راه به دست می آورند. و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. و گفتند آتش دوزخ جز چند روز محدودی هرگز به ما نخواهد رسید، بگو آیا از نزد خدا پیمانی گرفته اید که خدا هرگز خلاف پیمانش نکند، یا چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت می دهید؟ بله، من کسب سیئة و احاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. آری، هر کس که مرتکب گناه شود و گناهانش او را احاطه کنند آنها اهل آتشند
و جاودانی در آن خواهند بود. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند آنان اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند. و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فبياد وريد زمانی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدای یگانه را پرستش نکنید و به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و بینوایان نیکی کنید و به مردم نیک بگویید و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید، سپس همه شما جز عده کمی پشت کردید و روی گردان شدید. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. فبیاد آورید هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم که خونهای هم دیگر را نریزید و یک دیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید، سپس شما اقرار کردید و شما بر آن پیمان گواهی می دهید. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. پس از آن این شما هستید که یک دیگر را می کشید و گروهی از خودتان را از سرزمینشان بیرون می کنید و علیه آنها به گناه و ستم یک دیگر را کمک می کنید و اگر اسیران نزد شما آیند فدیه می دهید و آنان را آزاد می کنید و حال اینکه بیرون کردن آنان بر شما حرام بود، آیا به بخشی از کتاب ایمان می آورید و به بخشی کافر می شوید؟ پس جزای کسی از شما که چنین کند چیست جز رسوایی و خاری در این جهان و در روز قیامت به شدیدترین عذاب برگردانیده می شوند و خداوند از آنچه انجام می دهید غافل نیست. اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اینان کسانی هستند که زندگانی دنیا را به بهای آخرت خریدند، پس عذاب آنها تخفیف داده نمی شود و کسی آنها را یاری نخواهد کرد. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاء
جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. به درستی که به موسی کتاب دادیم و بعد از او پیامبرانی پشت سر هم فرستادیم و به عیسی پسر مریم معجزه ها و دلایل روشن دادیم و او را به وسیله روح القدس تأیید کردیم. آیا هر زمان پیامبری چیزی برخلاف هوای نفس شما آورد در برابر او تکبر کردید، پس گروهی را تکذیب کرده و گروهی را کشتید؟ و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. و گفتند دلهای ما در پرده است، بلکه خداوند آنان را به خاطر کفرشان نفرین کرده است، پس اندکی ایمان می آورند. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. و هنگامی که از طرف خداوند کتابی برای آنها آمد که تصدیق کننده چیزهایی بود که با خود داشتند و پیش از این بر کافران خواستار پیروزی بودند، پس چون آنچه را که از قبل شناخته بودند نزد آنها آمد به او کافر شدند، پس لعنت خداوند بر کافران باد. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله على من یشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. چه بد است چیزی که خود را به بهای آن فروختند و از روی حسد به آنچه خدا فرستاده بود کافر شوند، که چرا خداوند از فضل خیش بر هر کس از بندگانش که بخواهد نازل می کند، پس سزاوار خشمی بر خشمی دیگر شدن و برای کافران عذاب خار کننده است. و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا و یکفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان كنتم مؤمنین. و چون به آنها گفته شود به آنچه خداوند نازل کرده ایمان بیاورید، میگویند ما به چیزی ایمان میآوریم که بر خود ما نازل شده است و به غیر آن کافر میشوند، در حالی که آن حق است و تصدیق کننده چیزی است که با خود دارند. بگو اگر راست میگویید و مؤمنید، پس چرا پیامبران خدا را پیش از این میکشتید؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. و به راستی موسی معجزه ها و نشانه های روشنی برای شما آورد و آنگاه شما پس از وی گوساله را به پرستش گرفتی در حالی که ستمگر بودید. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة و اسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم
به ایمانکم این کنتم مؤمنین. و بیاد آورید هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما برافراشتیم و گفتیم آنچه را به شما داده ایم محکم بگیرید و بشنوید. گفتند شنیدیم و نافرمانی کردیم. و دلهایشان بر اثر کفرشان با محبت گوساله آمیخته شد. بگو ایمانتان چه فرمان بدی به شما می دهد اگر شما مؤمن هستید. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بگو اگر سرای آخرت در نزد خدا مخصوص شماست نه سایر مردم، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست گویید. ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. ولی آنها به خاطر آنچه دستهایشان پیش فرستاده است هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد و خداوند به ستمگران داناست. ولتجدنهم احرص الناس على حیات و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنة و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر والله بصیر بما یعملون. و هر آینه آنان را حریص‌ترین مردم بر زندگی خواهی یافت. هر یک از آنان دوست دارد هزار سال عمر کند، در حالی که اگر این عمر دراز به او داده شود او را از عذاب دور نمی کند و خداوند به آنچه می کنند بیناست. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. بگو کسی که دشمن جبرئیل باشد در حقیقت دشمن خداست، زیرا که او به فرمان خداوند قرآن را بر قلب تو نازل کرده است، در حالی که تصدیق کننده آنچه پیش از آن است و برای مؤمنان راهنما و مژده است. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. کسی که دشمن خدا و فرشتگان و پیامبران او و جبرئیل و میکائیل باشد، پس به درستی که خداوند دشمن کافران است. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. و هر آینه که ما نشانه های روشنی بر تو نازل کردیم و جز فاسقان کسی به آنها کفر نمی ورزد. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. آیا چون نیست هرگاه آنها پیمانی بستند گروهی از آنان آن را دور افکندند، بلکه بیشترشان ایمان نمی آورند. ولما جاءهم رسول
من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. و هنگامی که فرستاده ای از جانب خدا به سویشان آمد که تصدیق کننده آنچه با خود داشتند است، گروهی از آنان که به آنها کتاب داده شده بود کتاب خدا را پشت سرشان افکندند، گویی آنان نمی دانند. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. و از آنچه شیاطین در عهد فرمان روای سلیمان بر مردم می‌خواندند پیروی کردند و در حالی که سلیمان هرگز دست به سحر نیالود و کافر نشد، ولیکن شیاطین کفر ورزیدند، به مردم سحر آموختند و از آنچه بر دو فرشته هاروت و ماروت در بابل نازل شده بود پیروی کردند و آن دو فرشته به هیچ کس چیزی یاد نمی دادند مگر اینکه از پیش به او می گفتند ما وسیله آزمایشیم پس کافر نشو. پس از آن دو فرشته چیزهایی می آموختند که به وسیله آن میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند و حال آنکه بدون اجازه خداوند نمی توانند به وسیله آن به کسی زیانی برسانند و چیزی می آموختند که به آنان زیان می رسانید و به آنان سودی نمی داد و قطعا می دانستند که هر کس خریدار آن باشد در آخرت بهره‌ای نخواهد داشت و چه بد و زشت است آنچه خود را به آن فروختند اگر می دانستند. ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. و اگر آنها ایمان می آوردند و پرهیزگاری می کردند همانا پاداشی از نزد خدا بهتر بود اگر می دانستند. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم. ای کسانی که ایمان آورده اید در گفتگو با پیامبر نگویید راعنا بلکه بگویید انظرنا و بشنوید و برای کافران عذاب دردناکی است. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. کافران از اهل کتاب و مشرکان دوست ندارند که از جانب پروردگارتان خیر و برکتی بر شما نازل گردد
در حالی که خداوند رحمت خود را بر هر کس بخواهد اختصاص می دهد و خداوند دارای فضل بزرگ است. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. هر آیه ای را نسخ کنیم یا فراموش گردانیم بهتر از آن یا همانند آن را می آوریم، آیا نمی دانی که خداوند بر هر چیز تواناست؟ الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیا نمی دانی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست و جز خدا سرپرست و یاوری برای شما نیست؟ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آیا می خواهید از پیامبر خود درخواست کنید که پیش از این از موسی خواسته شد و کسی که کفر را به جای ایمان برگزیند مسلما راه راست را گم کرده است. ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. بسیاری از اهل کتاب از روی حسدی که در وجودشان است آرزو دارند که شما را بعد از ایمانتان به حال کفر بازگردانند، پس از اینکه حق برای آنها روشن شده است، پس شما عفو کنید و درگذرید تا خداوند فرمان خیش را صادر نماید، همانا خداوند بر هر چیزی تواناست. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر. و نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و هر کاری نیکی را که برای خود از پیش می فرستید آن را نزد خدا خواهید یافت، یقینا خدا به آنچه می کنید بیناست. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. و گفتند هرگز داخل بهشت نخواهد شد جز کسی که یهودی یا مسیحی باشد، این آرزوهای آنهاست، بگو اگر راست گویید دلیل خود را بیاورید. بله، من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آری، کسی که مخلصانه روی خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد پس پاداش وی نزد پروردگارش محفوظ است و نه ترسی بر آنهاست و نه اندوهگین می شوند.
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یهودیان گفتند مسیحیان بر چیزی نیستند و مسیحیان گفتند یهودیان بر چیزی نیستند، در حالی که آنان کتاب را می خوانند. همچنین کسانی که نمی دانند همانند آنان گفتند پس خداوند روز قیامت در آنچه که در آن اختلاف داشتند میان آنان داوری می کند. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعى فی خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. و کیست ستمکار تر از آن کس که مسجدهای خدا را باز داشت که در آن نام خدا برده شود و در ویرانی آنها کوشی، شایسته آنان نیست جز به حال ترس وارد این مساجد شوند، بهره آنان در دنیا خاری و رسوایی و در آخرت عذاب بزرگی است. ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. مشرق و مغرب از آن خداست، پس به هر سو رو کنید روی خدا آنجاست، همانا خداوند گشایشگر داناست. و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. گفتند خداوند فرزندی برای خود برگزیده است، منزه است او، بلکه آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و همه فرمان بردار اویند. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. پدید آورنده آسمان ها و زمین است و چون به کاری اراده فرماید تنها به آن میگوید باش، پس می شود. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. و آنان که نمی دانند گفتند چرا خدا با ما سخن نمی گوید و یا چرا معجزه و نشانه ای برای ما نمی آید؟ کسانی که پیش از آنان نیز بودند همین گونه سخن می گفتند، دلهایشان به یک دیگر همانند است، همانا ما آیات و نشانه ها را برای گروهی که یقین دارند آشکار و روشن ساختیم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. همانا ما تو را به حق مژده رسان و بیم دهنده فرستادیم و درباره دوزخیان از تو پرسیده نخواهد شد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. و هرگز یهود و نصارا از تو خوشنود نخواهند شد با اینکه از آیین آنان پیروی کنی. بگو همانا هدایت خدا تنها هدایت است و اگر از خواسته ها و آرزوهای آنان پیروی کنی بعد از اینکه دانشی به تو رسیده است، هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. کسانی که کتاب به آنها داده ایم آن را چنان که شایسته آن است می خوانند. آنها به آن هدایت ایمان می آورند و کسانی که به او کافر شوند پس بیگمان ایشان زیانکارانند. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم وانی فضلتكم على العالمین. ای بنی اسرائیل، نعمت مرا که بر شما ارزانی داشتم به یاد آورید و نیز آن که من شما را بر جهانیان برتری بخشیدم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. و از روزی بترسید که کسی از کسی هیچ کفایتی نکند و هیچ گونه تاوان و فدیه از او پذیرفته نمی شود و شفاعت او را سود نمی دهد و یاری نمی شوند. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال اینی جاعلك للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ينال عهد الظالمين. و بیاد آورید هنگامی که خداوند ابراهیم را با سخنانی آزمود، پس او همه را به خوبی به انجام رسانید. خداوند به او فرمود به درستی که من تو را پیشوای مردم قرار می دهم. ابراهیم گفت و از فرزندانم، خداوند فرمود پیمان و عهد من به ستمکاران نمی رسد. و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. و به یاد آورید هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت و جای امنی برای مردم قرار دادیم و از مقام ابراهیم نمازگاهی برای خود برگیرید و ما به ابراهیم و اسماعیل وحی کردیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و مقیمان و رکوع و سجود کنندگان پاک و پاکیزه کنید. و اذ قال ابراهیم رب جعل هذا بلدا آمنا و ارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر
قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. و به یاد آورید هنگامی را که ابراهیم گفت پروردگارا این سرزمین را شهری امن بگردان و اهل آن را کسانی که از ایشان به خدا و روز قیامت ایمان آورده اند از میوه های گوناگون روزی ده. خداوند فرمود و هر کس که کافر شود اندکی بهرمندش می سازم، سپس او را به عذاب آتش می کشانم و بد سرانجامی است. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. و بیاد آورید هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل پایه‌های خانه کعبه را بالا می بردند و می گفتند پروردگارا از ما بپذیر همانا که تویی شنوای دانا. ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امتا مسلمتا لك وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پروردگارا ما را فرمانبردار خودت قرار ده و از فرزندان من امتی فرمانبردار خود پدید آور و طرز عبادت من را به ما نشان ده و توبه ما را بپذیر، به درستی که تو توبه پذیر مهربانی. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. پروردگارا در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد و آنان را پاکیزه کند، همانا که تو پیروزمند حکیمی. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. و چه کسی از آیین ابراهیم روی گردان خواهد شد جز کسی که خود را به نادانی و سبکسری افکند، و به درستی که ما او را در دنیا برگزیدیم و همانا او در آخرت از شایستگان است. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. آنگاه که پروردگارش به او فرمود تسلیم شو، گفت برای پروردگار جهانیان تسلیم شدم. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. و ابراهیم و یعقوب فرزندان خود را به این آیین سفارش کردند. ای فرزندان من، خداوند این آیین را برای شما برگزیده است، پس نمیرید جز این که مسلمان باشید. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من
بعدی قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الها واحدا و نحن له مسلمون. آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید شما حاضر بودید؟ آنگاه که به فرزندان خود گفت پس از من چه چیز را می پرستید؟ گفتند خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. خداوند یکتا را می پرستیم و ما تسلیم او هستیم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آنها امتی بودند که در گذشتند، برای آنها است آنچه که کسب کرده اند و برای شماست آنچه کسب کرده اید، و از آنچه آنان می کردند شما پرسیده نمی شوید. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. و اهل کتاب گفتند یهودی یا مسیحی شوید تا راه یابید. بگو بلکه از آیین ابراهیم که یکتا پرست بود و هرگز از مشکان نبود پیروی می کنیم. قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. بگویید ما به خدا ایمان آوردیم و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان یعقوب نازل گردید و به آنچه که به موسی و عیسی داده شد و به آنچه که پیامبران دیگر از طرف پروردگارشان داده شده است، و در میان هیچ یک از آنها جدایی نمی اندازیم و ما تسلیم خدا هستیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پس اگر آنها نیز به مانند آنچه شما ایمان آورده اید ایمان بیاورند، قطعا هدایت یافته اند، و اگر پشت کنند پس جز این نیست که آنان در ستیزند، پس به زودی خداوند تو را از شر آنها کفایت کند و اوست شنوای دانا. صبغت الله و من احسن من الله صبغه و نحن له عابدون. رنگ خدایی را بپذیرید و چه کسی در رنگ کردن از خداوند نیکوتر است، و ما تنها او را می پرستیم. قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون. بگو آیا درباره خداوند با ما مجادله می کنید در حالی که او پروردگار ما و شماست و کردار ما از آن ما و کردار شما از آن شماست، و ما او را با اخلاص پرستش می کنیم.
ام تقولون ان ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون یا می گویید که همانا ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباد یهودی یا نصرانی بودند بگو شما دانا ترید یا خدا و چه کسی ستمکار تر است از آن کسی که گواهی و شهادتی را که از جانب خدا نزد اوست کتمان می کند و خدا از آن چی می کنی غافل نیست تلک امت قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون به هر حال آنها امتی بودند که در گذشتند برای ایشان است آنچه به دست آورده اند و برای شماست آنچه به دست آورده اید و از آنچه آنان می کرده اند شما پرسیده نمی شوید